آرش حسنیا روزنامه نگار اقتصادی از پراگ چک با ما همراه هستند. آقای حسنیا، این مصوبه مجلس چه پیامدی برای سرمایه‌داران خرد داره و آیا اونطور که گفته میشه فضای سوداگری و دلالی رو در ایران محدود میکنه؟ خب هدف قانونگذار و طراحان این طرح این هست که در واقع از خرید و فروش های سوداگرانه به این مفهوم که پرتکرار باشه و کمتر از یک سال باشه، یعنی یکی از این دارایی های چهارگانه در این بازارها خریداری بشه با هدف این که در یک فاصله کوتاه از بابت افزایش ارزش اونها سودی کسب بشه، از اینها مالیات گرفته بشه و در واقع هزینه های حضور در این بازارها به این ترتیب انقدری بالا بره که این سرمایه ها از این بازارها به گفته اونها از این بازارهای غیر مولد به بازارهای مولد کوچ بکنند. اما نکته مهم این هست که اگرچه مالیات بر عایدی سرمایه یک مالیات شناخته شده در بسیاری از کشورهای دنیاست و یک پایه مالیاتی شناخته شده هست، اما ابتدا باید بازار مولدی و فضای کسب و کاری مطلوب طراحی بشود که با افزایش هزینه های سرمایه گذاری در این بازارهای چهارگانه، یعنی بازار ملک و خانه های مسکونی، آپارتمان ها و زمین، بازار طلا و جواهر و ارز و همینطور بازار خودرو، این سرمایه گذاران هزینه رو اینجا بالا ببینن، در اون بازارهای مولد که فضای کار مطلوب هست اونجا سرمایه گذاری بکنند. یکی از موارد بسیار مهمی که منتقدین این طرح بهش اشاره میکنند این هست که با فراهم نبودن فضای سرمایه گذاری در حوزه تولید و دیگر حوزه های مولد میتونه منجر به این بشه که این سرمایه ها از ایران کوچ بکنند، فرار بکنند به کشورهای همسایه، مثل اتفاقی که در بازار املاک و ساختمان ترکیه افتاده و حضور سرمایه گذاران ایرانی در این بازار قابل توجه بوده، یا اینکه اتفاقی مثل شبیه بورس رقم بخوره، یعنی سرمایه گذاران ناامید از کسب سود مناسب در بورس سرمایه خودشون رو در بازار رمز ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری بکنند که دور از نظارت دولت و بحث مالیاتگیری و چنین اهدافی است که در سر نمایندگانی بوده که این رو طراحی کردند. بدین ترتیب این نکته مهمی است که شما بهش اشاره میکنید. بله، گفته میشه که در سالهای گذشته دولت و به طور مشخص وزارتخانه های اقتصاد و مسکن و شهرسازی با تصویب چنین طرحی مقابله کردند. چطور شد که حالا کلیات این به تصویب مجلس رسیده؟ ببینید، ملاحظاتی که دولت داشت ملاحظاتی است که شاید تبلور اون رو در آبان ماه گذشته در نامه‌ای که اتاق‌های سگانه، یعنی اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف و همینطور اتاق تعاون به آقای قالیباف نوشتند که خواستار این شدند که از تصویب عجولانه و بدون کار کارشناسی این ترجمه‌گیری بکنه، همون نگرانی هاست. یعنی اینکه ابتدا نکته مهم این است که در کشوری که یک تورم 50% رو تجربه می‌کنه، بخش عمده ای از عایدی سرمایه، یعنی افزایش دارایی ها در بازارهای دارایی، ناشی از این تورم هست نه اتفاق دیگر، و اینکه در این طرح این تعدیل بر پایه تورم صورت نگرفته. شما در چنین شرایطی حتی اگر سوزن تهگرد هم بخرید و مدتی نگه دارید، سودی نصیب اون میشه که خب این باید در این طرح رسیدگی بشه، ضمن اینکه ضعف های ساختار زیر ساخت های اطلاعاتی هم از جمله مخالفت های این اتاق های بوده. سپاسگزارم از شما آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ چک با ما همراه بودید.